زندگی دنیا با مرگ در آمیخته است، روشنایی‌هایش با تاریکی، دلهای عاشق تو را با صدایت شناخت، جوانیش با پیری و بالاخره وجودش با عدم. این صدا اون صدایی است که بزرگترین حرفا رو میزد و خودش اعتقاد داشت. مثلا میگفتش که این جوانهای ما به راههای آسمان آشناترن تا به راههای زمین. اینو اونچنان میگفت که گویا راههای آسمان رو خودش رفته دیده و میدونه که اینا آشناترن. آسمانهای قلوب را تسخیر کند و مرزهای تفرقه و الحاد و شرک را از جغرافیای کره زمین بسترد. انسانی تکامل یافته که تحول در زندگی را برای رسیدن به حقیقت برگزید. خودش رو در واقع جزو کسانی میدونه که با دم مسیحایی روح الله احیا شدن و زنده شدن. شعر میگفت ولی میگه که اونا همه رو ریختم توی گونی، بردم سوزوندم و همه چی رو از نو شروع کردم. چه چیز بهتر از آن که در گذشته ها نظر کنی؟ اون وصیت نامش میگه که من 2 تا تولد دارم، تولد از مادر، تولدی که انقلاب و برای خودش تولد میدونه. سید شهیدان اهل قلم مباحث مربوط به هنر را با نگاه به اسلام و انقلاب اسلامی باز تعریف کرد. فراتر از یک نوشته و اثر میداد، برای ما زاویه دید ایجاد میکرد. خیلی از کارگردان ها هستن که دوست دارن روش ایشون رو ادامه بدن ولی جای خالی آسید مرتضی احساس میشه. سال 58 در مناطق محروم کار جهاد سازندگی را آغاز می کند و 1 سال بعد اولین مجموعه تلویزیونی خود را با نام خانگزیده ها تولید و پخش می کند. اگر خدا بخواهد از غیر با حمایت برادران سپاه به پیروز آواز برویم، قصد شهادت کرده و به امید شهادت. آری شهادت تنها مزد خوبان است. و با شروع جنگ تحمیلی راوی فتح و حقیقت می شود، روایتی ماندگار که 8 سال جنگ تحمیلی را انتقال داد. جنگ شروع میشه با همون فکر و عقیده‌ای که داشت وارد جنگ شد. چند قسمت اوایل جنگ به اسم حقیقت درست کرده، برنامه به اسم حقیقت درست کرده. بعد سال 63 یه تک برنامه ساختن به نام روایت فتح. دیدن اسم خیلی زیبا هستش، اسم گروه رو هم گذاشتن روایت فتح. دلم گرفته چرا نمیخوانی روایت فتح آوینی تمام اون برنامه هایی که ساخته تیتراژ نزده، شناسنامه براش نزده، کسی نمیدونست کارگردان کیه، نریشن رو کی میخونه، متن برنامه رو کی مینویسه. شهید آوینی رو نمیشناختم اوائلی که این تا مدت ها که روایت فتح پخش میشد ولی از مشتری های همیشگی روایت فتح بودم من، یعنی هر شب جمعه حتما میشستم این برنامه رو گوش میکردم و من تاثیر زیادی میدونم. چه شبها که عاشقانه می نوشتی و چه عارفانه هایی که زمزمه می کردی در وصف یاران سفر کرده. دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را بر خود دارد. آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهادت بسرا؟ وقتی جنگ تمام شد روایت فتح دوباره شروع شد. همیشه احساس میکرد که خدا باهاشه، در کنارشه، برای همینم حضور قلب ایشون قوت قلب بود، هم برای کسایی که باهاش کار میکردن. همیشه این که کلامش بود که من کارم دست خودم نیست. و سرانجام مرتضی آوینی در 20 فروردین 72 که برای تکمیل مستند شهید در آسمان عازم جبهه شده بود در منطقه فک آسمانی شد. آسید مرتضی تک در زمینه‌های فرهنگی کاری که شهید آوینی پیشاهنگش بود، در این اواخر مرحوم سلحشور، اینا پیشروان کار انقلابی در این کشورند. اینا رو باید ترویج کرد، اینا رو باید تقدیر کرد، نام اینها رو باید گرامی داشت. شهید مرتضی آوینی طلیعه‌دار هنر انقلابی است، هنری که همچنان هنرمندان کاوشگر و جستجوگری را می‌طلبد که از دریچه حقیقت و معرفت جهان امروز را به تصویر بکشند.